گروهی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره با ارسال نامه‌ای به وزیر دادگستری آمریکا نسبت به نفوذ جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات و نهادهای مذهبی آمریکا هشدار دادند. این نامه که به طور انحصاری توسط فاکس نیوز منتشر شده، جزئیات ارتباط این نهادهای مذهبی مرتبط با حکومت تهران را تشریح کرده. با همکارم خانم شهلا آراسته از مقابل کنگره آمریکا هستیم. خانم آراسته، از این جزئیات چه می‌دونید؟ نامه جمهوری خواهان به رهبری داگ لامبورن، نماینده جمهوری خواه از ایالت کلورادو، به مریک گارلند، دادستان کل کشور، و همینطور آوریل هاینز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا ارسال شده در مورد نفوذ ایدئولوژی ترور حکومت تهران در مراکز اسلامی مستقر در مساجد و چهار مسجد و مراکز اسلامی مستقر در ایالات متحده، در ایالت‌های مریلند و همینطور تکساس، میشیگان و ویرجینیا. بر اساس این نامه، مرکز آموزش اسلامی پتومک در مریلند کمک مالی از بنیاد علوی تحت کنترل حکومت تهران دریافت کرده و بهرام ابوالفاضی ناهیدیان، یکی از اعضای این مرکز، یک حامی شناخته شده حکومت جمهوری اسلامی است و مبلغ بیش از 76,000 دلار کمک دریافتی رو این مدارک نشون میدن. داگ لامبورن با اشاره به تلاش‌های تهران برای گسترش نفوذ بدخواهانه در ایالات متحده به فاکس نیوز گفت این مساجد تحت نفوذ حمایت رژیم ایران سال‌هاست که نفرت رو نسبت به کسانی که با رژیم ایران مخالف هستند تبلیغ می‌کنه و آشکارا حکومت سرکوبگر آیت الله ها رو در این مراکز تمجید می‌کنه، و اضافه کرد که ضروری است که دولت آمریکا به این تهدیدها از سوی حکومت تهران پاسخ بده. مورد دیگه، تبلیغات مرکز اسلامی اسلامیست در هوستون تگزاس که در نامه ذکر شده، در یک مورد ده ها کودک خردسال رو نشون میده که سرود تبلیغاتی جمهوری اسلامی در تمجید خامنه ای و همینطور قاسم سلیمانی که تروریست مسئول کشتن هزاران آمریکایی، عراقی، سوری و لبنانی است رو به طور گسترده هم در ایران تبلیغ شده میخونند. مرکز اسلامی دیگر هم در میشیگان هستش که نشانه ها و تبلیغات مشابهی از قرار گرفتن تحت نفوذ جمهوری اسلامی رو نشان میده.